این برنامه از طرف گروه اجتماعی شبکه تلویزیونی استقلال به همکاری مؤسسه افان روان به شما تقدیم می شود. سلام ادب دارم حضور شما دوستای گرامی انشالله که شاد پر انرژی سر حال باشین یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم با عنوان قدرت اراده اصلا اراده چی هست و چطور میتونیم تقویت کنیم و چطور میتونیم بگیم که اصلا بی اراده شدیم یا بی اراده هستیم اینا رو میخوام یک توضیحاتی بدیم و ای که اگر که اراده داشته باشیم چه اتفاقی میفته اگر بی اراده باشیم چه اتفاقی بر ما شما میفته راجع به این مسائل میخوام قبل از اینکه این مسائل صحبت کنیم یک موضوع بسیار بسیار مهم و حیاتی میتونیم بگیم با شما در میان بگذاریم که مربوط مسئله اراده میشه که ذهنیت اکثریت انسانها رو به خود, خود مشغول کرده مخصوصا ما و شما که قائل به مسئله جبر و اختیار و قضا و قدر و قسمت و نصیب و تقدیر و امثال هم این موضوع میتونه که رابطه مستقیمی داشته باشه با مسئله اراده بریم روی این ای موضوع پای تخته وایت بورد صحبتی داشته باشیم که ببینیم که چطور میشه که خب تصویر دارین شما آقای امینی خب این بسیار همه شما درباره مسئله جبر و اختیار میدانید یا همون قضا و قدر الهی که صحبتش شده که خیلی صحبتش میکنن میگن که خب این قضای الهی بود یا نصیبش بود یا تقدیر بود یا امثال هم موضوع ما درباره اراده هست از سرمنشه مسئله میخوایم با شما صحبت کنم از سرمنشه مسئله صحبت کنیم بهتره تا اینکه بدانیم که چه وقتهایی میتونیم مدعی ازی باشیم که بی اراده ایم یا با اراده ایم یا اصلا اراده خوب هست یا نه چون در طی تاریخ نظریات زیادی درباره مسئله اراده آمد و رفت که آیا اراده چطوری هست آیا اراده در خون ما هست آیا در رگهای ما هست آیا اراده در مغز ما هست آیا اراده در جسم ما هست اراده در چی هست و چطور میتونیم که این اراده رو تقویت کنیم یا اصلا اراده باید باشه یا نه آیا اراده انگیزش درونی هست چیزی هست که ما رو که حرکت میده آیا اراده همون هست که باعث میشه که ما فعالیت کنیم چه چی چیزهایی میتونه باشه راجع به این موضوع ها میخوایم امروز با جبر و اختیار شروع کنیم خیلی از انسان ها هستن که قائل به مسئله جبر و اختیارن یعنی به نوعی مجبور بودن را سر میکنن سلوهه زندگی خودشان قرار بدن ما میخوایم راجع به مسئله جبر و اختیار ای رو بگم که به دنیا آمدن بهش فکر کنه و مرگ به فکر کنیم دو مسئله داریم به دنیا آمدن و مرگ سوال از شما میپرسم بیننده عزیز که در حال حاضر هم داریم برنامه مره میبینین آیا به دنیا آمدن شما دست خود شما بود یعنی شما اختیاری داشتین اختیار که وقتی میگیم یعنی که میتونم خودم هر کاری بکنم جبر یعنی مجبوریم یعنی از کنترل ما خارجه نمیتونیم آیا به دنیا آمدن شما در کنترل شما بوده یا نه در اختیار شما بوده یا نه مجبور بوده یا یک جبری بوده که شما به همین دنیا آمدین به فکر کنین مرگ مردن چطور آیا مردن تحت اراده و کنترل شما هست یا نه باز هم جبر هست اگر ما برای لحظه ای فکر کنیم راجع به همین دو مسئله متوجه میشیم که این دو مسئله مسئله جبر به ما نشان میده یعنی که ما مجبور بودیم به دنیا آمدن ما دست خود ما نبود از دنیا رفتن ما هم دست خود ما نیست اما فاصله فاصله آمدن ما به دنیا و رفتن ما از دنیا دقیقا چی هست؟ همین مسئله زندگیه این فاصله بین ای دوتا هست که بر ما تعیین میکنه و حتی میزان و شدت و حالت مردن ماره ما وقتی به دنیا آمدیم به دست ما نبود درست اما این که ما چگونه زندگی کنیم یعنی کیفیت زندگی کاملا چی هست؟ اختیاریه یعنی شما میتونی یک انسان خوب باشی میتونی یک انسان بد هم باشی هر دو تا اگر در نظر بگیریم در کارنامه الهی ما و شما هست یعنی برای بد بودن هم سرنوشتی هست برای خوب بودن هم سرنوشتی هست پس وقتی که برای اینا مشخصا و دقیقا و وضاحتا برنامه وجود داره پس برای ما و شما خیلی واضح میشه که کیفیت ای کاملا اختیاری هست از آمدن تا رفتن کاملا جبر هست و همگی بر او قائل هستیم از نظر مذاهب هم حتی در نظر بگیریم و از نظر دینی هم حتی در نظر بگیریم ولی کیفیت بین ای دوتا یعنی زندگی که ما شروع کودکی از شروع تولد تا زمان لحظه مردن ما کیفیت زندگی ما کلا دست خود ماست که میشه اختیاری ولی در بعضی جاها که مثلا بگه مجبور شدم خب یک سری جبرهایی هست که او جبرها وضعیه وضع وزئ میشه در زندگی ما یعنی ما یک کار رو انجام میدیم باید نتیجه کار خود بگیریم که اونجی میگه مجبوریم و او جبر در حقیقت از نوع عمل کرد و فعالیت ما محسوب میشه یعنی هر کنی به خود کنی گر همه نیکو بد کنی یعنی اگر یک کار بد میکنی شما یک ضربه ای رو میخورین او ضربه ای که شما میخورین در حقیقت برمیگرده ما بهش میگیم از نظر علمی میگیم کارما یعنی قانون علت و معلول شما اگر که آمدی یک کاری رو کردی یک کار بدی کردی در یک گرفتاری یا یک, یک مشکل قرار گرفتی نتیجه او کار بدته پس باز هم در اختیار خودت بوده میتونی سو کار بد نکنی و نتیجه منفی یا دردسر یا مشکل نرسی پس در ای ایر ما نمیتونیم بگیم که جبر الهی بوده نه ما اینو میگیم جبر رفتاری ما و شما هست یا نتیجه رفتار ما و شما هست پس ما هر آن گونه که زندگی کنیم، هر آن گونه که فکر کنیم کاملا اختیاری هست و این که نتیجه عمل کرده ما یک مسئله جبری میشه. یعنی به این معنا نیست که شما اگر خوبی کنین بدی ببینین. نه. شما هر چقدر که خوبی میکنین، نتیجه خوبی شما اجبارا باید خوبی باشه. نتیجه عمل بد شما اجبارا باید بد باشه. یعنی قانون طبیعت، نمیتونیم از این فرار کنیم. اینا رو من میگم به خاطر چی؟ برای از ای که شما با مسئله اراده راحت تر بتونین کنار بیاین وقتی که چون اگر که ما فقط بگیم نه زندگی جبره و همه چیز جبره و ما مجبوریم زندگی کنیم و دیگه چاره ای نیست این اراده رو از شما میگیره خب قبل از ای که اراده رو بخوایم بیشتر روی از اون مانوف بده میگیم اراده یعنی چی؟ اراده یعنی نیروی محرکه اراده یعنی نیرویی که شما رو به حرکت وادار کنه اراده یعنی سوخت و ساز درون بعضی وقتا میگن اراده یعنی فکر مثبت اراده یعنی انرژی اراده یعنی توانمندی همه اینا رو میگن در حقیقت اراده به شکل سایترش همون نیرویی که شما رو به حرکت وادار میکنه یه کاری باید انجام بدین این میشه اراده یا قصد میگن حتی یا خاست خواست میگن یا به نوعی نیت میگن این همینا به عنوان اراده اطلاق میشه وقتی که ما قائل به جبر باشیم یعنی بگم که نه زندگی جبر مجبوریم زندگی کنیم یا همین حالت هست مجبوریم به همین حالت باشیم یکی از زندگی خوبی نداره یعنی زندگی خودش زندگی فرزنداش زندگی همسرش یا کلا در همو زندگی که هست یا در همو فامیلی که هست خوب نیست وضعیتشان وقتی ازو پرسان میکنیم میگه خب جبر زمانه همی هست و ما مجبوریم به همین روال پیش بریم و به نوعی سرنوشت و تقدیر ما همی هست این مسئله و این ذهنیت خیلی رابطه مستقیم با اراده داره باعث از این میشه که وقتی شخصی به این باور باشه که من مجبورم به همین روال پیش برم او دیگه اراده یا همون نیرویی که او را حرکت بده میای پایین وقتی نیرو آمد پایین آیا به نظر خود شما میتونه دیگه حرکت کنه شخص نه اونجا هست که چی میگن درماندگی آموخته شده یعنی کم کم دیگه میپذیره همین زندگی ره همین رواله رو میگه ولش کن زندگی ما همی رقمه تلاش برای بهتر شدن تلاش برای مثبت رفتن تلاش برای کارهای بهتر و برای پیشرفت دیگه نمیکنه پس برای همو م ایره در ابتدا برای شما توضیح دادم پس دوباره یک مرور کوتاه میکنیم آمدن ما به دنیا و رفتن ما جبری هست یعنی مجبوریم حالا که آمدیم پس از دنیا هم میریم اما فاصله بین مرگ و زندگی یک کیفیتی داره این کیفیت یعنی که چطور بسازیمش خوب بسازیم یا خراب چطور پیش بره آیا میخوای که انسان موفق باشه آیا میخوای انسان خوبی باشه آیا میخوای انسان بدی باشه آیا میخوای انسان شروری باشه هر آن چیزی که شما میخواین کاملا اختیاریه یعنی نمیتونیم ما بگیم خدا خواستی کار بشه نه خداوند خیلی واضح در قرآن خودش میگه میگه ما خیلی به شما میدیم اگر شری بشه میایه اگر اتفاق به شما میفته از اعمال خود شما خیلی راحت خیلی واضح برای, برای تمام انسان ها میگه میگه ما خوبی ها رو به شما میدیم یعنی اگر کار خوبی هم میکنین نتیجه خود میگیری کار بدم هم نتیجه خود میگیری پس از ابتدای زندگی تا لحظه مردن ما کیفیتی که ما برای همی مقدار مسیر یا مدت زمان صرف میکنیم کنیم ای کیفیت یا ای مدت زمان که بر ما داده شده که چگونه ما از این مدت زمان استفاده کنیم کاملا اختیاریه یعنی هر کاری بکنی به دست خودتونه اما نتیجه عمل شما جبریه یعنی اگر کار بد بکنی نتیجهش بد منفیه اینجایی که او نتیجه جبریه نصیبت همو بوده قسمت همو بوده یعنی چی؟ یعنی که تو نتیجه عمل خودت گرفتی به این معنا نیست که فکر کنی که اگر یک بلای سر شما میاد یک مشکل بر شما پیش آید یعنی که خدا خواسته نه باید برگردیم علت رو بسنجیم چطور شده من به ای درد سر افتادم خب به این خاطر این کار کردم این کار کردم این رفتار کردم این فکر رو حتی داشتم و این نتیجه می بوده اونجاست که ما دست از مقصر که شمردن خدا و دیگران دست بر و این خیلی مهمه پس ما در نظر بگیریم که ما مختار هستیم در خیلی از جاهای زندگی ما اینو گفتم توضیح دادم همونطور که پیشتر گفتم به خاطر از اینکه که بدانیم کیفیت زندگی کاملا اختیاری هست انتخابیه ما میتونیم انتخاب کنیم انتخاب کنیم که انسان های خوبی باشیم یا بدی باشیم پس وقتی ما انتخاب کردیم که انسان خوب یا بد باشیم هر آن اتفاقی هم که برای ما بیفته یا نتیجه عمل خوده که ما ببینیم نمیتونیم بگیم که خاص خدا بود خدا هیچ وقت نمیخواد که بندش آسیب ببینه خدا هیچ وقت نمیخواد که بنده و در مشکلات باشه اما عمل ما و طرز فکر مهمتر از همه طرز فکر ما فکر ما احساس ما ایجاد میکنه احساس ما رفتار ما ایجاد میکنه پس هر اون گونه که ما فکر کنم همون حالت در ما ایجاد میشه نمیتونیم بگیم که چون فعلا وضعیت زندگی ما خوب نیست یعنی خدا نمیخواد ما خوب بشم نه خدا بهترین ها رو میگه ما به انسان ها دادم یعنی خیلی راحت میگه میگه ما آسمان ها و زمین مسخر انسان ها کردیم یعنی توانمندی که به انسان ها داده به هیچ کس نداره ذهن نیرویی که ذهن داره هیچ چیز نداره این نیروی ذهن میتونه که کوه حتی جابجا بکنه خیلی خیلی واضح هست تمام چیزهایی که در دور بر ما و شما هست تمام چیزهایی که ساخته شده ساخته ذهن هست اول در ذهن آمده و بعد چطور طراحی بشه در دنیای بیرونی خلق شده پس ببینید که انسان ها هم خالق های کوچکی هستند که در حد توان خودشان میتونن خلق کنن خیلی چیزایی که دور بر ما و شما هست که اینا سرمنشهش از همو اراده ایجاد میشه اگر ما خود محدود به ای کنیم که ما مجبوریم به همین روال زندگی کنیم اراده دیگه معنا نداره مفهوم نداره چون دیگه تلاش نمی کنیم به خاطر چی به خاطر همین که میگیم خب معنا نداره زندگی همین که هست دیگه نمیفهمم وقتی من مجبورم به همین روال باشم دیگه تلاشی نمی کنم و تلاش نکردن مساوی با چی هست با زندگی که اصلا دوست نداریم میشه ما شما یک وقفه بگیریم پس برگردیم ادامه صحبت در بعضی از علتهای کاهش اراده می نویسم اما قبلش می خواهم یک دیگه ای رو اشاره کنم درباره ای که بیشتر صحبت کردیم درباره جبر و اختیار و متوجه شدیم که بله کیفیت زندگی کاملا اختیاری هست و دست خود ما هست و هر کاری بکنیم نتیجه ای عمل خود ما می بینیم چه خوب چه بد و ای فوقلاده با ای ذهنیت وقتی که شروع می کنی زندگی زندگیره اونجا است که اراده معنا پیدا میکنه اما وقتی بگیم نه مجبوریم زندگی کلا جبر است و ما هیچ اختیار از خود خود نداریم اراده معنا نداره یعنی شما اگر هر کار بخوایم بکنید دیگه اونجا اراده دخیل نیست چرا که چون ذهن شما بسته میشه به ای که پس مجبوریم وقتی میگیم مجبوریم دیگه اگر بخوایم تغییر مثبت انجام بدیم میگه نه فایده نداره اما وقتی ما میگیم کیفیت زندگی به اختیار خود ما و شما هست یعنی ما میتونیم که همین الان استاد میتونیم که راه برم کاملا اختیاری هست ببینید هیچ جبری نیست یا میتونم که صحبت نکنم برنامه رو قطع کنم تمامش اختیاریه ولی ای که دوست دارم ادامه بدم چون یه کار مثبت هست و نتیجه مثبتی هم داره ای که آگاهی بر دیگران برسانم پس تمام اینا رو ببینید همگی در اختیار ما و شما هست میتونید از این دستم ای به دست ای دستم نگیرم مارکر به ای دستم بگیرم پس تمام اینا اختیاری هست کیفیت زندگی همه اختیاری هست پس وقتی اختیاری هست ما میتونیم که بگیم اراده ای هم وجود داره یعنی نیروی خاصی هم وجود داره نیروی نیتی هم هست یا نیرویی که بتونه از درون ما رو فعال کنه حرکت کنیم حالا برای از این که بیشتر با نیروی اراده آشنا یا قدرت اراده یا این که چطور ما بتونیم رو تقویت کنیم یا که چطوری کاهش پیدا میکنه این نیرویی که ما رو حرکت میده فعالیت ایجاد میکنه در ما و باعث میشه که ما حرکت کنیم یا یک کاری رو که بر ما سخت تلاش کنیم که او رو انجامش بدیم یا در کل همون اراده رو چطور ما میتونیم که تقویت کنیم یا چه چیزهایی باعث کاهشش میشه قبل از او درباره فکر بر شما میخوایم بگم ما دو مدل فکر داریم یک مدل فکر خودکار هست یک مدل فکری هست که تابع آگاهی ما و شما هست فکر خودکار یا همان خودکاری بهش میگن خیلی وقتی یعنی بدون از اینکه ما فکر کنیم یه کاری رو انجام میدیم مثل از این که شما خانه شیشتین دارین درس میخوانین یا کتاب میخوانین و کتاب هم یا او درس خیلی خیلی مهم هست فردا امتحان سختی هم دارین یک صدا زنگ خانه میشه صدا زنگ در میشه که دوستای شما هست میرین گوشی اف اف ها جواب میدین کیه؟ فلانی ما میرم میله امروز یا میرم آب آبازی یا برصورت هر جایی تو نمیری؟ اینجی هستش که شما داری فکر میکنی یک لحظه که <تصفح> آیا من برم یا نرم لحظه تفکر منطقی شما یا افکار منطقی میای جلوی ذهن شما که تو سبا امتحان داری امتحان سختی هم هست اگر آمادگی نگیری امتحان ناکام بشه خیلی سخت میشه خیلی بد میشه و آبرو تو هم میره اعتبار تو هم کم میشه فیصدی نمره تو هم میای پایین از این طرف این تفکرات منطقی از او طرف دیگه شما وسوسه هایی هست برای شما نه خیر باشه میره مله خوبه خیر باشه مشکل نه بابا از این به زندگی زیاده به خاکی که فیل شدم یا, یا ناکام شدم چانس میخورم مشکل مشکلی؟ از طرف این وسواس ها هست حالی شما تصمیمی که میگیرین آیا برین یا نرین برمیگرده به میزان آگاهی شما یعنی آگاهانه تصمیم میگیرین منطقی تصمیم میگیرین یا نه هر, هر رقم که شد یک مسئله یا یک وقتی یک دفعگی ناسندی یک صدایی میشنوین هر صدایی میتونه باشه رو برمیگردونین. بدون ازی که فکر کنین به شکل اتومات رو برمیگردونین. یا به شکل اتومات حرکت میکنین که فرار کنین یا به شکلی ازی که بدون ازی که فکر کنین سریع میرین به یک جای دیگه یا سریع یک حرکت دیگه مثل ازی که آقای امینی الان جا میمونه <تصفح> از کمره الان مثلا من از کاد میون بیرون آقای امینی جا موند یک لحظه تمام ای کارا بدون از اینکه ما یک لحظه فکر کنیم سریع کاری رو انجام میدیم ای به ای میگن خودکاری یعنی ما فکر نکردیم اونجی عکس العمل نشان دادیم ای عکس العمل نشان دادن همه انسان ها دارن در زمانی هم که حتی ما خشم میگیریم به همون ترتیب است که میخوایم خوشونت کنیم سریعا عصبانی میشه ما این بزنیم بدون از اینکه فکر کنیم او شخصی که میگه من نتونستم کنترل کنم راست میگه چرا چون همیشه با ای بخش از تفکر خودی زندگی کرده در سیستم اراده هم به همون ترتیبه اراده یک نیرو هست یک یک سوخته سوخت درونی هست اما شما اگر هر مسیری از تفکر انتخاب کنی اراده با همو همراه میشه یعنی اگر که تابع ای حالت خودکاری باشی خودکاری یعنی اتوماته مثل از اینکه تو صدا شد ها بدون از اینکه من فکر کنم که نباید کله خور برگردم چون اگه کله خور برگردم شاید یک چیز بخوره به چشم من ولی سریعا برمیگردم این حالت میگن حالت خودکاری یعنی بدون فکر کردن بدون از اینکه شما به او فکر کنید این فا... ای عکس عمل انجام میدین یا یک جایی یا حرکت میکنین یا میگین یا فعالیت انجام میدین یا یک رفتار نادرست انجام میدین بدون از اینکه فکر کنید اینا میگن تفکر خودکار یعنی بدون از اینکه شما فکر کنید آمد یا به شکل خودکار اتوماتیک شده از بس تکرار شده میایه خودش اما اگر در مسیر آگاهی قرار بگیره یعنی تفکر آگاهانه باشه یعنی از اینکه خب یک صدایی شد این تمرینش به چه شکله من اول معرفی میکنم بعد تمرینش رو شما میگم آگاهیه که شما صدا رو میشنوین خب قبل از اینکه العمل نشون بدین با خود خود فکر صدا صدای آشنایی بود صدای خطرناک نبود بعد از کدام جهت آمد اول فکر میکنیم صدای دست بود مشکه بود بعد با آرامی العمل نشان بدیم این میشه آگاهانه یعنی خب این صدا رو شنیدین آیا باید سرم رو یا نه نه خیلی چیز مهمی نبود اما برای اینکه که مطمئن شما چیز مهمی نبوده نگاه میکنم یعنی من قبلش برای لحظه ای مکس کردم و فکر کردم که این صدا چی و تحلیل کردم و بعد مطمئن شدم که صدای پرخطری نیست برگردوندم اما خودکاری چیه سریع یعنی بدون از اینکه فکر کنم اما آگاهی بد نگاه میکنم در همین مثال خیلی ساده تفاوت خودکاری و آگاهی در همینه حالا اگر که رابطه ای اراده با خودکاری و آگاهی چیه در این قسمت بر شما میگم یعنی اگر که ما بخوایم در نظر بگیریم چه چیزهایی در, در ابتدا بخوایم بگیم چه چیزهایی باعث کاهش اراده ای ما و شما میشه یکی شب نشینی و زیاد از حده وقتی که ما بیش از حد و بیش از اندازه میایم از بدن کار میکشیم از مغز کار میکشیم در طی روز هورمون های مشخصی در بدن ما شما ترشح میشه تا بدن به شکل بیدار باش نگه داره حالا در زمان خواب یعنی بعد از غروب آفتاب هورمون بیداری کم میشه از بدن کم کم کورتیزول یا هورمون استرس از بدن جمع میشه کم میشه میای پایین میزان استرس و فشارها میای پایین بدن به آرامش میرسه. یعنی میخوای آرام بگیره یعنی میخوای بخوابه هورمون خواب ترشح میشه و بعد در ساعت ده بجه ده بجه شب این کم کم میره زیاد شده میره یعنی تا ساعت دوی صبح یا دوی نصف شب دوی بعد از نصف شب به اوج خود خود میرسه از ده شب زمان استراحته که زمانی شما میخوای بخوابی وقتی میخوابی ای هورمون بیداری چه کار میکنه؟ هورمون خواب میای شروع میکنه به ترمیم کردن قسمت های از بدن فیزیکی که نیاز به ترمیم داره این بدن فیزیکی رو شروع میکنه به ترمیم کردن به خودی سخرسانی کنه کجا مشکل داره او سختی ها یا مشکلاتی که در روان شما هست اینها رو شروع کنه به تخلیه کردن تا 6ش صبح ده شب 6 صبح این زمان بهترین زمان خوابه حالا اگر شب های بیش از اندازه که وقتی شخص انجام، حالا در هفته یک بار شخص میاد میگه به خاطری که دو دورو دور همه هستیم میشینیم یا ماه یک دفعه برابر میشه میشینه اون مشکل نداره اما بعضی ها هستن که هر شب کار اینا هست یا اکثر شب ها یا اغلب اوقات یا اغلب شب ها معمولا نمی کارشانه یعنی میشینن میشینن مثلا فعالیت های مختلفی انجام میدن ما به فعالیت ها کاری نداریم صبح سر بیداریه از ده شب به این طرف هورمون خواب در بدن اینا یا هورمون آرامش در بدن اینا ترشح شده اما بدن اینا هی به زور بیدار باش نگه میدارن یعنی با فعالیت هایی که انجام میدن با کارهایی که انجام میدن هورمون کورتیزول بیشتر ترشح میشه هورمون استرس هست یعنی در بدنشان هنوز از قدرت فوق کلیوی آدرانی داره ترشح میشه که بیدار باش سر حال باش آمادگی داشته باش و نمیگذاره که به خواب بره با ف... چون فعالیت هایی که انجام میده اگه فعالیت انجام نده شخص کم کم هورمون خواب غلبه میکنه و خوابش میبره اما فعالیت هایی که انجام میده کارهایی که انجام میده باعث از این میشه که او هورمون بیداری هنوز در بدنش جریان پیدا کنه حالا این هورمون جریان پیدا کرد <تصفح> هورمون استرس هایی میایه یا هورمون بیداری هست در بدنش و هورمون خواب کمتر ترشح میشه و دیرتر به خواب میره 7 الی 8 ساعت انسان بالغ خواب نیاز داره به جای 7 ساعت 4 5 ساعت میخوابه یا حتی 7 8 ساعت میخوابه اما خارج از زمان تعیین شده یعنی از 10 تا 6 صبح نمیخوابه 4 صبح میخوابه 5 صبح میخوابه و او هورمون بیداری که در طی روز با طلوع آفتاب ترشحش شروع میشه به زیاد شدن مختل میشه هورمون خواب هم از طرف شب مختل میشه و بدن نمیتونه که بیای خود ترمیم کنه آسیب هایی که ما نمیبینیم حتی او آسیب ها رو ترمیم نمیتونه کنه چطور میگیم بدن خود شفا بخشی داره اگه دقت کرده باشید اگه دست شما زخم بشه بعد از چند لحظه ای بعد نگاه میکنید که ای زخم دست شما خونریزی بند شده یک لایه کلر بسته شده یا همون اسکار بسته شده و بعد از چند روزی نگاه میکنیم که او اسکار ورداشته میشه خود به خود نگاه میکنیم که لای پوست پس برگشته این ساده ترین نشانه ای از سیستم خودشفادهی بدن هست که یکی از توانمندی های انسانی هست حالا شما در حساب حسابش کنید در طی شب حالا این سیستم فعال شده سیستم شفا بخشی و نظم دهی به بدن میای که بدن قسمت هایی که ما نمی بینیم درونی هست و آسیب دیده اونها شروع کردن به ترمیم کردن و این کار انجام نمیشه بعد از یک مدت زمانی حالتهای مختلف در چهره در رفتار در طرز فکر و حتی احساسات او شخص ایجاد میشه افسردگی، استراب، بیقراری، چینو چین و چروک که زیاد در سر و صورت و همون ترتیب دست رو نگاه میکنید شروع میکنه به لرزیدن، بدن شروع میکنه به ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن میای پایین اینا همه از بیدارخوابی هایی که میکشن و وقتی که این حالت شد بدن رفت رو به ضعیفی اراده دیگه اونجی میای پایین حالا میخوای یه کاری بکنه نمیتونه چون اراده دیگه اونجی وجود نداره پس شب نشینی های بی مورد و بیش از حد میتونه که آسیب زا باشه و به کاهش اراده کمک کنه و یکی ای که صحبت زیاد کردن مثل می که الان دارم یک ساعت اینجا خود شما صحبت میکنم خدا من رو به خیلی کنه که اراده ما رو پایین نیاره زیاد صحبت کردن صحبت زیاد کردن یا بیایم اینطوری کمک عدیبانه تر بنویسیم زیاد قید اول بگذاریم زیاد صحبت کردن و بیمورد صحبت کردن دقت کردی خیلی وقت ما زیاد صحبت میکنیم بدون از که بدانیم چرا فقط دوست داریم حرف بزنیم دوست داریم بگم هی hey, میگه 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 میگم بی سر از این میگم از این میگم از این میگم می تمام اینا تمام این صحبت ها وقتی نگاه میکنیم هیچ نتیجه خاصی نداره هیچ مفهوم خاصی نداره و مشکل همینه و بیمورد هم هست در بحث های دوستانه که شیشتیم دو سه ساعت خود هم دیگه جر بحث میکنیم ولی هیچ مفهومی نداره هیچ نتیجه ای نداره و از اون نتیجه اخلاقی نمیگیریم نتیجه معنوی نمیگیریم نتیجه ف... اه... علمی نمیگیریم فقط داریم به سر کله همدیگه میزنیم بحث های سیاسی بیمورد که اصلا نتیجه هم نمیگیره طرف سعی میکنیم که چه کاره یک آدم خیلی ساده ایه نهایتا یا دکون داره یا مثل خونه داره ولی بحث های سیاسی انجام میشه یا نمیفهم چیزای تمام این بحث ها و حرف های بیهوده ای که در جمع های مختلف انجام میشه چی زن چی مرد هیچ فرقی نمیکنه تمام اینا به اطلاف یا اطلاف انرژی روانی یا همان تلف شدن انرژی روانی می انجامن. یعنی چی؟ مغز انسان میتونه که یک لامپ همین لامپا کم مصرف هایی که هست ده، چهارده، پونزه وات همین لامپا یا حتی لامپ صد بگیرم همون صدای قدیم حالا کم مصرف بیشتر بوده همین که یک لامپ ها. میتونه 24 ساعت الکترون ها و بارهای مغناطیسی مغز 24 ساعت میتونه که روشن نگه داره حالا شما حساب کنید شما میایید درباره مسائل اینطوری بگیم وقتی میگیم صحبت زیاد صحبت کردن و بیمورد صحبت کردن یا پرت بالا صحبت کردن یا درباره چیزهای مختلف صحبت کردن یا اصلا درباره هر چیزهای حرف زدن باعث میشه اتلاف نیروی روانی یا نیرو... انرژی روانی میشه انرژی روانی همون همون سوخت ساز یا همون انرژی یا نیروی مغزی یا مغناطیس مغز ما میخوایم بگیم این مغناطیس مغز میتونه که یک لامپ 24 ساعت روشن نگه داره حالا اگر که قرار باشه درباره چیزهای مختلف هی انرژی مصرف کنیم چون انرژی مصرف کردنه وقتی صحبت میکنیم هی مغز شروع میکنه چی به سوزاندن گلوکوز و به نوعی سوختگیری میکنه که بتانه تمام چیزهایی که ما میخواییم و به او فکر میکنیم به روی زبان ما جاری کنه یعنی تمامش یک هماهنگی باید انجام بشه خب اینجا مغز کارش زیاد میشه فعالیتش زیاد میشه و سوخت و سازش میره بالا و انرژی زیادی رو مصرف میکنه وقتی انرژی زیادی رو مصرف کرد انرژی روانی زیادی رو مصرف کرد باعث عظیمشه که حالا اون لامپی که قرار 24 ساعت روشن باشه به 4 ساعت روشن بمانه یعنی 20 ساعت انرژی از بین رفت مثل این میمونه که شما یک باتری داشته باشین این باتری شما 20, 24 ساعت یک لامپ روشن میکنه حالا 24 تا لامپ اگر به اون باتری وصل کنین یک ساعت بیشتر روشن نمیمانه پس تفاوتش در همین میشه پس اینا هست و یکی دیگه ای که بی برنامگی دیگه تغذیه نادرست دیگه بی برنامگی و بی هدفی میتونیم دیگه بگیم دیگه میتونیم بگیم تغذیه نادرست و خب درباره بی برنامگی بی هدفی در برنامه بعدی بر شما توضیحات بیشتر میدیم تغذیه نادرست ای تغذیه نادرست خیلی تاثیر گذاره دقت کردین شبا اگر غذای سنگین میخورین غذای چرب میخورین صبحش خیلی سختتر از خواب بیدار میشین این در اراده خیلی تاثیر داره اگر غذای سالم سبزیجات و میوه‌جات بیشتر استفاده بشه کمک میکنه که کالبد جسمانی شما شفافتر روشنتر و و بدن شما کمتر باشه چون سبزیجات کمک میکنه که سم بدن از بین بره مثل لیمو کمک میکنه سم بدن از بین ببره تمام اینا رو وقتی ما انجام میدیم یعنی به نوعی غذای سنگین مثل گوشت گوشت قرمز غذای سنگینی هست و تاثیرات خیلی خیلی بدی داره روی بدن نمیگیم نخوریم میزانش رو باید بیاریم پایین تر یا استفاده کمتر از آب در طی روز اینا میتونه تاثیرگذار باشه و اگر ما تغذیه خود درست کنیم روی اراده ما روی قدرت اراده ما هم تاثیر میگذاره چطور وقتی بدن سنگین باشه بدن مریض باشه دیگه حس و حال هیچ کاری رو نداره دیگه نمیتونی کاری رو انجام بدی فکر میکنین دیگه هیچ فایده ای هم نداره و واقعا هم همینطور هست چرا به خاطر از اینکه بدنی که مریض باشه به فکر مریضی خودش است که مریضی رو تداوی کنه دیگه به فکر از این نیستش که بخوای فعالیت انجام بده یا به فکر رشد کردن و پیشرفت کردن باشه پس تغذیه نادرست هم میتونه که باعث کاهش اراده ما و شما باشه این یاد ما و شما باشه که ما نیروی اراده خودمانه به روش های مختلفی میتونیم تقویت کنیم اما روش ها و کارها و رفتارهایی که در حقیقت ما انجام میدیم که انرژی ما کاهش پیدا کنه همه اینا رو ما باید برعکسش انجام میدیم. یعنی به جای از اینکه بخوایم شب هایی داشته باشیم که این شب ها وقت ما رو بگیره انرژی ما رو بگیره و به نوعی نزود بخوایم یک جنبه مثبتی رو استخراج کنیم و برداشت کنیم این باعث از این میشه که سیستم درونی بدن ما به هم بریزه و به شکل روانی و جسمانی ما مریض بشیم خب اون نیروی محرکه ما نیرویی که میتونه ما رو برای تشویق کنه برای کارهای دیگه میای پایین یا از یک طرف دیگه بحث های بیمورد باعث میشه که انرژی روانی ما شما خارج بشه الکی بیهوده بحث کردن باعث از این میشه که خیلی زود خسته بشین بی بشین وقتی ما خسته باشیم بی باشیم از نظر فکری خیلی راحت نمیتونیم که دیگرا رو بفهمیم احساسات اونا رو درک کنیم و حتی اعضای فامیل ما اگر که چیزی هم بگن سریعا ناراحت میشیم چرا چون انرژی روان ما و شما انرژی مغز ما و شما میای پایین وقتی انرژی آمد پایین ما دیگه فعالیت خاصی نداریم که انجام بدیم یعنی که دیگه حوصله کاری نداریم و این کار دست ما میده در باره بی برنامگی و بی هدفی هم همچنان وقتی ما بی هدف باشیم برنامه مشخصی در زندگی نداشته باشیم اراده نمیفهمه که چه کار کنیم چون اراده یک, یک نیرو هست مثل یک باتریه که ما زمانی که بخوایم از او نیرو استفاده کنیم باید یک سیم اتصال داشته باشیم که مثلا سیم اتصال ما بخواد یک لامپ روشن کنه یه سیم اتصال ما بخواد که مثلا بیای یه رو به حرکت وادار کنه یا تلویزیون رو روشن کنه پس اراده یک ظرفه یک نیرویه یک نیروی بالقوه که شما میخواین از او استفاده کنید و اگر شما این کارا رو کنین این نیرو کم میشه میزانش میای پایین و وقتی میزان این نیرو آمد پایین باعث ازی میشه که ما واقعا نتونیم کارایی که میخوایم انجام بدیم تغذیه نادرست رابطه مستقیمی داره که پیشترم گفتم استفاده از میوه‌جات و سبزیجات خیلی کمک کننده است البته به این معنی نیست که 100 درصد شما گیاهخوار بشین اما میزان 50 درصد گیاهخواری در زندگی خیلی خوبه چون تاثیرات خوبی داره به جای استفاده از گوشت قرمز یا غذاهای گوشتی سنگین میشه که از غذاهای سبکتر استفاده کرد یا گوشت سفید استفاده کرد و یا سبزیجات بیشتر میزان سبزیجات مخصوصا در فصل سرما فصل زمستان نیاز به نیاز بدن به سبزیجات بیشتر هست اینا میتونه که کمک کنه خب تمام اینا رو گفتیم اینا برای کاهش بود که اگر که اینا رو درست ما انجام بدیم میتونه که اراده رو تقویت کنه اما یک سوالی که پیش میایه ایه که خیلی ها فکر میکنن که از قبل باید انرژی داشته باشی با اراده باشی تا یک کار انجام بدی من این از شما میپرسم با خود خوب فکر کنید جوابی که میدیم برای شما و جوابی که من میدم ببینید چقدر تفاوت میکنه به نظر شما آیا باید ما اول با اراده باشیم بعد یک فعالیت انجام بدیم یا نه اول ما یک فعالیت انجام بدیم و بعد با اراده میشیم لحظه ای فکر کنید میرم و برمیگردیم راجبه این سوال هم صحبت میکنیم خب برگشتیم راجع به سوال ما فکر کردیم حالا من جوابی که شما میدم خیلی ها فکر میکنن که اول باید با اراده باشن بعد بتونن اون فعالیت ها رو انجام بدن و ما میگیم تبریک میگیم به این انسان های تنبل تفاوت انسان تنبل و فعال دقیقا در همین طرز فکره فکر میکنن که باید اول با اراده باشن و بعد یه کاری رو انجام بدن اما انسان های فعال میگن نه ما کار انجام بدیم کم کم انرژی میاد اراده هم تقویت میشه و واقعا هم همین حالت داره و به این معنا نیست که شما تنها به یالا من هم قبلا به همین فکر بودم میگفتم پس باید اول اراده رو تقویت کنم و بعد یه کاری انجام بدم نه در حقیقت اراده ظرفش وجود داره اما ایجاد کردن و اضافه کردن و پر کردن این ظرف بستگی به فعالیت های ما شما داره اگر کارهایی رو که من برای شما پیشتر گفتم که باعث کاهش اراده میشه اونا رو برعکس انجام بدین یعنی به جایی که شب نشینی کنین نه تایم خواب شما منظم باشه استراحت شما منظم باشه کار کردن شما منظم همه چی مشخص باشه و درباره موضوعاتی که میدانید نیاز صحبت کنید صحبت کنید اضافه گویی هم نکنیم برنامه‌ریزی داشته باشیم و هدف مشخص باشه تغذیه ما هم درست باشه ورزش ما مشخص باشه تمام اینا رو ما وقتی درست انجام میدیم میزان اراده ما در اون ظرف تقویت میشه و در حقیقت اراده داشتن به این معنا نیستش که باید صبر کنیم تا اراده بیاد اراده یک چیز ماورایی نیست ما با انجام دادن با تلاش کردن با فعالیت کردن راجع به یک مسئله یا یک, یک کار میتونیم که اراده خودمون رو تقویت کنیم در همون زمینه ولی به این معنا نیستش که در تمام زمین ها میتونیم این کار انجام بدیم نه ما میتونیم اراده خود در همه ابعاد زندگی تقویت کنیم و به مرور زمانی کار باید ما انجام بدیم آهسته آهسته ما این کار میتونیم انجام بدیم یک راهش بود و دیگه چند تا راهکار برای تقویت اراده خدمت شما عرض میکنم و شما رو به خدای بزرگ باز میسپارم <تصفح> راه دوم اینه که ما میتونیم با تلقینات مثبت اراده خودمون رو تقویت کنیم در حینی که ما یک سری فعالیت هایی داریم انجام میدیم و احساس میکنیم کنتر داریم پیش میریم یا احساس میکنیم که نیاز داریم که اراده ما قوی تر بشه تا بتونیم اون فعالیت ها رو بیشتر و بیشتر انجام بدیم تلقینات مثبت من میتونم این کار انجام بدم من قوی با اراده هستم من حتما این کار انجام بدم و تکمیلش میکنم این خودگویی های مثبت در طی انجام او کارها در طی او فعالیت ها کمک میکنه که شما باز هم باز هم به خودتان امیدوارتر بشین و فعالتر بشین و سوخت درونی شما بیای بالا تلقینات مثبت به شکل گفتاری و شفاهی به خودتان و یکی که شما مذارت میتونید که مکتوب هم کنید مثلا چیزهایی که شما میخوا... میخواین دوست داشته باشین باشه من اراده بسیار آهنین و قدرتمند دارم من احساسات قدرتمند دارم رفتار بسیار عالی دارم من اهداف مشخص در زندگی دارم مکتوب کنید بزنید به دیوار خانه خودتان و هر دفعه رو نگاه کنید تکرار کنید در ذهنتان که در ذهن شما در زمین خداگاه شما ثبت بشه این هم یک راه دیگه راه دیگه هستش که با از طریق های برنامه‌ای میتونید که شما خودتان رو تقویت کنید اراده خودتان رو تقویت کنید یعنی استفاده از یک مشاور یک مشاور میتونه به بر شما برنامه‌ریزی یاد بده یک مشاور میتونه به شما کمک کنید که شما اراده رو بهتر بشناسید تقویت کنید چون تمام چیزهایی که من برای شما گفتم در این برنامه کوتاه فقط یک آگاهی دهی هست که شما بدانید همچین چیزهایی هم وجود داره و در حقیقت مشاور میتونه با تعداد جلسات بیشتر به شما کمک های بیشتری را هم انجام بده و یک راه دیگه از طریق خود هیپنوتیزم هست که شما میتونید تأثیر مستقیم بر زمین ناخودآگاه خودتان داشته باشید و زمیر ناخودآگاهتان رو برنامه ریزی کنید تا که بتونید اراده خودتان رو تقویت کنید تمام صحبت های ما اینا بود و خوشحال میشیم که نظرات شما رو بشنویم خوشحال میشیم که انتقادات شما رو داشته باشیم با خود ما در صفحه فیسبوک تلویزیون استقلال میتونید نظر پیشنهاد انتقاد درباره برنامه ای ما بدین در مسنجر خود ما هم میتونین که شما پیامی داشته باشین میتونین که بگذارین انتقاد پیشنهاد یا هر کمکی یا مشوره یا نظری اگر خواسته باشین در خدمت شما از هستیم تا یک برنامه دیگه و یک روز دیگه سعی میکنیم خدافزی کنیم اما دل ما نمی آیه و زمان برنامه متاسفانه دیگه رو به اختتام هست و فکر کنم که دوستای تکنیکی ما هم اشاره میکنم بله زمان برنامه ما هم متاسفانه تمام شده و ای بود داشتای امروز ما خیلی خوشحال شدیم شاد پر انرژی و سرحال باشید خدا نگهد برنامه از طرف گروه اجتماعی شبکه تلویزیونی استقلال به همکاری مؤسسه افغان روان به شما تقدیم شد.